خب رسیدیم به بخش آخر این مجموعه آموزشی. در این بخش قراره که روش ترسیم کوفی بنایی رو در زمینه 6 ضلعی و در زمینه لوزی با هم کار بکنیم. قبل از اینکه این روش رو بگم باید یک قابلیتی رو که توی الستریتور هست خدمتتون معرفی بکنم اگر باش آشنایی نداشته باشید. در نرم افزار الستریتور ما یک سری افکت هایی داریم که این افکت ها به صورت آنلاین و به صورت قابل تغییر بر روی آبجکت ها اعمال میشن و شما میتونید هر موقع بخواید اونها را ادیت بکنید و این افکت ها روی آبجکتتون وقتی اعمال شده باشه، شما آبجکت رو اگر تغییر بدین اون افکت ها همچنان فعالند و به هر روشی که شما تغییر رو انجام بدید بر اساس همون افکت رو اعمال میکنه. در منوی افکت ما یه گزینه‌ای داریم به اسم ترانسفورم از زیر منوی دیستورت اند ترانسفورم. تو این بخش کارهای مختلفی میشه انجام داد ولی مد نظر من این بخش هست که ما بر اساس 9 نقطه مرجع یا ریفرنس پوینتی که هر آبجکت داره میتونیم بر اساس اون چرخش انجام بدیم و این چرخش ها رو کپی بکنیم. یعنی مثلا فرض بگیم بر اساس 15 درجه چرخش ما میتونیم تعدادی کپی ایجاد بکنیم و اونقدر این کپی رو تکرار بکنیم تا حول محور دایره کامل بشه و اون تعدادی که میخواییم رو شکل بده. و این هم باید در نظر بگیم که تعداد کپی ها بدون در نظر گرفتن آبجکت اصلی که در اینجا عملا ما 12 تا آبجکت رو در 360 درجه یک دایره چرخاندیم. و ببینید که وقتی که این افکت اعمال میشه در پنجره اپیرنس اون افکت به عنوان یک گزینه اضافه میشه در لیست و شما میتونید هر موقع که بخواید واردش بشید، هم ادیت بکنید تنظیمات رو و هم از جهت دیگه هر موقع که بخواید میتونید آبجکتتون رو تغییر اندازه، سایز، رنگ و غیره بدین که بر اساس اون افکت همچنان اعمال میشه و این واقعا جذابه، خصوصا زمانی که ما بخوایم با یک فرم بازی بکنیم و ببینیم در چرخش چه اتفاقات و چه حالتهایی براش به وجود میاد. برای کشف فرمهای جدید فوق‌العاده است برای طراحان گرافیک. یه نکته دیگه هم هست برای ترسیم زمینه 6 ضلعی یا لوزی یا هر تعداد ضلعی که می‌خوایم در نظر بگیریم برای کوفی بنایی، روشش یعنی در اصل ساده‌ترین روشش که من انتخاب کردم به شما بگم این هست که ما تعدادی خط رو رسم می‌کنیم، فاصله این خطوط رو اون اندازه‌ای قرار بدیم که می‌خوایم واحدمون رو تشکیل بده، یعنی عرض واحدمون باشه برای ترسیم. برای اینکه این کار دقیق باشه میتونیم از یک خط رو رسم بکنیم، حالا با یک طول مناسب ارتفاع رو زیاد میگیرم و برای اینکه دقیق بتونم اندازه رو تعیین بکنم با بین خطوط با استفاده از ابزار سلکشن تول و کلید اینتر در یک جهت مشخص، مثلا در جهت هوریزونتال فقط به اندازه 5 میلیمتر حرکت میکنم و کپی رو میزنم و با استفاده از کلید فوری کنترل دی که همون ترانسفورم اگین هست تکرار میکنم تا به اون تعدادی که میخوام برسم و بعد از اینکه این رو به دست آوردم با گروپ کردن و
چرخاندنش با ابزار ریفلکت تول با کلید اینتر. چرا کلید اینتر رو میزنم؟ به خاطر اینکه نمیخوام این نقطه محوری چرخش تغییر بکنه، چون شما همین که با ابزار روتیت تول آبجکتتون رو انتخاب بکنید، نقطه محوری چرخش رو مرکز قرار میده و اینجا مرکز خیلی مهمه برای چرخشمون. بنابراین دست بهش نمیزنم، اینتر میزنم و برای 6 ضلع ای زاویه 60 درجه رو باید در نظر بگیریم و وارد بکنیم. کپی رو میزنم و با کلید کنترل دی دوباره تکرار میکنم. خب این روش کلی ترسیم هست. اگر بخوایم حالا به صورت لوزی این کار رو انجام بدیم، تنها تفاوتش این هست که زاویه چرخش 120 درجه خواهد بود. و خب من اینجا کپی رو نزدم، 120 درجه کپی، و با یک حرکت زمینه لوزی ما به دست میاد. و در ادامه با استفاده از حالا سلکشن، سلکت کردن و لایف پینت باکت که اون رو تبدیل میکنه به لایف پینت، کار ترسیم رو انجام میدیم. این مبنای ساده ترسیم چند ضلعی ها، زمینه های چند ضلعی برای خط کوفی بنایی. خب حالا کاری که ما اینجا میخواییم انجام بدیم ترکیبیست از این دوتا تکنیکی که الان خدمتتون گفتم. من برای ترسیم این 6 ضلعی از یک روش دیگه استفاده میکنم، از ابزار رکتانگولار تول، رکتانگولار گرید تول استفاده میکنم. در مرکز صفحه کلیک میکنم، طول و عرض کار رو باید اندازه بگیرم. خب طول و عرض رو، طول و عرض کلی خطوطی که میخوام رسم بکنم رو در نظر بگیرم، باید شمارش بکنم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. زمینه کار من مبناش بر اساس 10 خانه است در محور افقی. خب این رو هم من 5 میلیمتر در نظر میگیرم، 50، و ارتفاع رو سعی میکنم حالا به صورت استاندارد حداقل 2 برابر یا 3 برابر در نظر بگیرم، برای اینکه توی چرخش اینها لبه هاشون به همدیگه برسن و همدیگه تقاطع ایجاد بکنن. اگه کوتاه‌تر باشه خب یه جایی به همدیگه نمیرسن و ممکنه بعدا فرمی که به دست میاد فرم جالبی نباشه. هوریزونتال دیوایدرز رو 0 قرار میدم، چون من در محور افقی تقسیماتی قرار نیست انجام بدم، فقط در محور عمودی میخوام این کار رو بکنم. تعداد رو 9 در نظر میگیرم، چون قرار نیست در این ابزار ما تعداد خانه ها رو مشخص بکنیم، برخلاف split into grid. در اینجا ما تعداد خطوط دیوایدر یا تقسیم کننده رو تعیین میکنیم، که برای اینکه ما به عدد 10 برسیم، یعنی تعداد خانه های 10 تا برسیم، باید عدد 9 رو انتخاب بکنیم. TK use outside rectangle as frame رو هم برمیدارم. خب ما یک گروپ خواهیم داشت که در این گروپ حالا اون تعداد خانه هایی که میخواییم هست. این رو من سلکت میکنم، ابزار روتیشن رو همونطور که گفتم انتخاب میکنم، زاویه این کلید اینتر رو میزنم، زاویه 60 درجه رو برش انتخاب میکنم، کپی میکنم و یک بار دیگه با کنترل دی تکرار میکنم. خب با دقت بسیار بالا این زمینه
رسم میشه. خب الان مرحله بعد برای اینکه رسم رو انجام بدم، خب میتونم به صورت دستی رسم رو انجام بدم، مثل حالا آموزشی که تا الان با هم دیگه کار کردیم و یاد گرفتیم، ولی خب ممکن هست که طراح بخواد، چون برای خود من هم پیش اومده، ممکن است که طراح هم بخواد که به طور مثال مثلا این سه تا علی که در سه زاویه چرخیدند حول محور دایره، اینها رو طراحی بکنه، دیزاین بکنه، برای اینکه بدونه چه خانه هایی رو باید پر کنه، چه خانه هایی باید خالی بمونه، یا تناسبش به چه شکلی باید باشه، یا ممکنه بخواد چیزای دیگه‌ای بنویسه، و یا زمینه کار بزرگتر باشه. و خب اینکه یه بخش کار رو رسم بکنی و بقیه کار رو هم بخواید عیناً در زوایای مختلف ترسیم بکنید، هم میتونه گیج کننده باشه و هم میتونه خطا داشته باشه، خطای چشمی خیلی زیاد داره، و همین که زمان بر هست و خب ما میتونیم از این زمان استفاده بکنیم برای اینکه به خلاقیت کار اضافه بکنیم. بنابراین من این دوتا تکنیکی که در این بخش، در ابتدای این بخش گفتم رو با هم دیگه ترکیب میکنم. من این آبجکت ها رو گروپ میکنم. گروپ، مطمئن میشم که اینها گروپ شدن، و بعد با استفاده از گزینه ترانسفورم از زیر منوی دیستورت اند ترانسفورم افکتس، همون کاری که گفتم انجام میدم، و تا اینجا چون سه بار قراره به چرخه، من 360 درجه تقسیم بر 3 میکنه، 120 درجه، نقطه محوری و مرکزی رو مطمئن میشم که انتخاب شده، نه این بالا و نه گوشه ها، و تعداد رو 2 قرار میدم، چون تعداد نهاییمون 3 میخواد باشه، من تعداد رو 2 قرار میدم چون یکیش رو خودمون رسم میکنه. اوکی، خب ما در پنجره اپیرنس گزینه ترانسفورممون، ما در پنجره اپیرنس گزینه ترانسفورم رو میبینیم. خب مرحله بعد این هست که این گروپی که داریم رو تبدیل بکنیم به لایف پینت. من از لایف پینت باکت استفاده میکنم و شروع میکنم به ترسیم. اینجا به من پیغام میده که باید سلکت بکنم. چشم. خب. سلکت رو انجام میدم و شروع میکنم به ترسیم کردن. نکته مهمی که باید در نظر بگیریم اینه که حتما باید این آبجکت استروک داشته باشه. برخلاف لایف پینت باکت، در ترسیم خط کوفی بنایی در زمینه مربع که اگر نداشت هم مشکلی نبود، چون این افکت اعمال شده، به محض اینکه ما به اصطلاح استروک رو برداریم همه چیز به هم می‌ریزه. خب من ادامه میدم ترسیمم رو. فکر میکنم که این را اینجا اضافه است. بله. و بعد خب یه دونه دیگه هم اینجا میخواد. خب یک قسمت جالب ماجرا این هست که شما از هر سمت که رسم بکنید در دو سمت دیگه تکرار میشه، و تصور بکنید که اگر این زمینه بزرگتر باشه و پیچیده تر باشه، چقدر این کار میتونه کمک بکنه به طراح برای اینکه بتونه
خلاقیت خودش رو به کار بگیره و سبکای متنوعی رو در ترسیم نقش‌های مختلف یا حتی طراحی لوگو به کار بگیره. خب نکته دیگه این که در پایان کار، زمانی که می‌خوایم کار رو نهایی بکنیم، حواسمون باید باشه که از این اکسپند استفاده نکنیم. این اکسپند ممکنه تنظیمات ما رو به هم بریزه. حتما از منوی آبجکت گزینه اکسپند اپیرنس رو انتخاب بکنید. فرق این اکسپند اپیرنس با این اکسپند این هست که این اکسپند فقط لایف پینت رو اکسپند میکنه، در حالی که این اکسپند اپیرنس هم لایف پینت رو اکسپند میکنه و هم ترانسفورم رو اکسپند میکنه. چون اگر ما ترانسفورم رو اکسپند نکنیم، وقتی که آن گروپ بکنیم اون ترانسفورم میپره و تمام کاری که انجام دادیم از بین میره. بنابراین من اینجا اکسپند اپیرنس رو میزنم و بعد با آن گروپ کردن، احتمالاً دو بار آن گروپ کردن، زمینه رو پاک میکنم و به فرم ترسیمی میرسم که در نهایت میتونیم با استفاده از شیپ بیلدر بخش هایی که ببخشید چون رنگ نداره، شیپ بیلدر رنگ بخش رو بهش نمیده. خب البته خب ما به یکیش بیشتر احتیاج نداریم چون اینا تکرار هم دیگن. منظورم یکی از مجموعه مثبت و منفی، یکیشون کافیه، میتونیم بقیه رو پاک بکنیم و یکیشون رو که به دست آوردیم یا عملیاتی روش انجام دادیم و نهاییش کردیم، دوباره اون رو از نقطه مرکزی بچرخونیم در با زاویه 120 درجه اون رو بچرخونیم به تعداد دو بار و اونها رو دوباره تکثیر بکنیم. خب این فرم نهایی هست. منتها ببینید که برخلاف ترسیمی که در زمینه مربع داریم، ما اینجا نقاط اضافه زیاد داریم و خیلی هاشون حذف نشدن که اونها رو میتونیم همه رو با استفاده از Simplify، گزینه Convert to Straight Lines، در اینجا 90 درجه ممکنه کافی نباشه، ما 30 درجه رو در نظر میگیریم، تا حدی این مشکل رو برطرف میکنه، ولی خب دیگه بقیه کار رو باید به صورت دستی با استفاده از ابزار دلیت انکر پوینت این تمیزکاری رو انجام بدیم. خب بریم سراغ زمینه لوزی. خب این کار خیلی ساده تره. ما این هر تعدادی که میخواییم داشته باشیم در اینجا، حالا من یک زمینه هفتایی رو در نظر میگیرم، از رکتنگولر تول استفاده میکنم، تعداد هفت ضرب در پنج، 35 35، تعداد هفت رو 6 در نظر میگیرم برای این کار، هایت رو 3 برابر میگیرم یا حتی بیشتر 120،
دی ترجیح میدم این خط نباشه، چه اهمیتی نداره چون بعدن همه اینها پاک میشن، ولی خب سلیقه است. ابزار روتیشن تول اینتر زاویه 120 درجه کپی. خب من برای اینکه کار یه مقدار راحت تر بشه و بتونیم بچرخونیمش، این اضافات رو برمیدارم با استفاده از شیپ بیلدر و کلید آلت این خطای اضافی رو برمیدارم که لوزی سالمی داشته باشیم. خب اینها رو گروپ میکنم و از منوی افکت دیستورت اند ترانسفورم انتخاب میکنم. در اینجا نقطه چرخش رو به پایین، متعالی پایین سمت چپ تغییر میدم. زاویه چرخش 360 تقسیم بر 6 هست که میشه 60 درجه و تعداد هم 5 تا هست به این صورت. خب این تقسیمات هست به این شکل. خب فاصله‌ای که اینجا داریم طبیعتاً باید معادل فاصله هر واحدمون باشه که برمیگردم به تنظیمات ترانسفورم از منوی از پنجره اپیرنس و در قسمت موو قسمت هوریزونتال عدد منفی 5 رو میدم برای اینکه در جهت هوریزونتال 5 میلیمتر جا به جا بشه. اوکی. و در نهایت هم با استفاده از ابزار پینت باکت کار ترسیمم رو انجام میدم. این چون کاملاً زمینه لوزی کاملا مبناش عین زمینه مربع هست دیگه نکته خاصی نداره، فقط اینکه از این تکنیک لذت ببریم و باهاش کارهای زیبا خلق بکنیم. و در نهایت دوباره تاکید میکنم که فراموش نکنید از این اکسپند استفاده نکنید، از اکسپند اپیرنس استفاده بکنید که در نهایت بتونید با انگروپ کردن زمینه ها رو به راحتی جدا کنید. زمینه ها رو وقتی گروپ کرده باشین بعدن خیلی راحت میتونید اونها رو جدا بکنید و به آرتورکی مورد نظرتون برسیم. امیدوارم از این دوره آموزشی بهره کافی رو برده باشید و به خط کوفی بنایی و نرم افزار الستریتور علاقمند شده باشید.